بیستمین روز آذر ماه برابر با 11 دسامبر سال 1222 خورشیدی برابر با 1843 میلادی، زادروز رابرت کوخ، پزشک و میکروبشناس آلمانی و کاشف میکروب سل، که پس از اتمام تحصیلاتش در رشته پزشکی در شهرهای مختلف آلمان به معالجه بیماران پرداخت. در همین زمان بود که بیماری سیاه زخم در میان احشام پدید آمد و نگرانی زیادی ایجاد کرد. کوخ پس از تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که باسیل‌های بسیار کوچکی در خون گوسفند یا حیوان مریض وجود دارد. او عاقبت توانست با پرورش و نگهداری این باسیل نظریه خیش را اثبات کند و سرم این مرض را بسازد. این عمل باعث شد که از تلفات احشام جلوگیری شود و پیشرفت مؤثری در راه علم پزشکی حاصل گردد. با عضویت کوخ در شورای سلطنتی بهداشتی برلین، وی امکانات بیشتری برای مطالعه بر روی امراض به دست آورد و از آن پس تحقیقات خود را برای کشف میکروب سل آغاز نمود و در نهایت موفق به کشف میکروب سل گردید. سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، تأسیس صندوق حمایت از کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف. عنوان صندوق کمک‌های اضطراری بین المللی سازمان ملل متحد برای کودکان یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف در ابتدا وظیفه کمک رسانی به کودکان صدمه دیده از جنگ را بر عهده داشت، ولی بعد از چندی وظایف آن گسترش پیدا کرد و تأمین وسایل زندگی، تغذیه، رفاه، بهداشت، آموزش حرفه‌ای و تحصیل و تربیت کودکان محروم جهان را نیز در بر گرفت. صندوق کودکان ملل متحد در طی سالهای بعد گسترش فراوانی یافت، به طوری که در 150 کشور جهان به فعالیت پرداخت. کمک‌های این صندوق تنها به درخواست دولت‌ها انجام می‌گیرد و اعتبارات آن از طریق کمک‌های داوطلبانه دولت‌ها و افراد خیر تأمین می‌گردد. مقر این صندوق در نیویورک واقع است و کادر یونیسف و هیئت اجرایی آن که متشکل از 30 عضو می‌باشد در فواصل معینی برای تعیین سیاست‌های صندوق و کمک به طرح‌ها تشکیل جلسه می‌دهد. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، کشته شدن افسران در پادگان لویزان. همزمان با اوجگیری درگیری‌ها در ایران بر علیه رژیم پهلوی، یک افسر، 2 درجه دار و 4 سرباز مسلح به نهارخوری افسران ارشد پادگان لویزان در شرق تهران حمله کردند و با رگبار مسلسل بیش از 70 نفر از افسران ارشد و درجه‌داران را کشتند. حمله کنندگان به جز 1 سروان بقیه کشته شدند.